روی موج رادیوی ادوینتیستی در آسیو. با عرض سلام به شما شنوندگان عزیز. برای سعادتمندی و خوشنودی شما آغازگر برنامه امروزمان می شویم. برنامه های ما شامل سه بخش می باشند. بخش اول سلامتی، که در آن ما به شما طرز حیات سالم، جلوگیری از امراض و غذاهای سالم را پیشنهاد می نماییم. بخش دوم اخلاق نیکو. چنان که افلاطون گفته است، تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدرت یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد. بخش سوم نور معرفت. رازهای نهانی نبوت ها در کتاب مقدس. پس با ما باشید. صدایی امید با نوایی دلیل ها از عالم نباتات. خداوند در طبیعت برای سلامتی ما همه چیزها را مهیا ساخته است. عالم ناتکرار و رنگارنگ نباتات با خواص های مفیدش برای شما و خانواده ایتان. اگر شما خواهان این باشید که بدنتان فعالیت خوب داشته باشد، پس آن را با غذای سالم تامین نمایید. برنج. اکنون ادامه آن را با هم می‌شنویم. ویتامین ها. چون دیگر خوشه‌دارها برنج ویتامین های ای و سی دارند. دانه یک لختی برنج دارای مقدار زیادی ویتامین های بی یک و ای است. ولی برنج سفید مقدار بسیار کمی این ویتامین ها را دارد. استعمال برنج سفید چون محصولات اساس غذایی به ناکفایتی ویتامین بی یک آورده می رساند که می تواند بیماری ضد التهابی به بار آورد. اگر به گوناگون پرهیزکاری اهمیت داده، وابستگی برنج سفید را با محصولاتی از ویتامین بی یک، مانند چهارمغز روغندار یا لوبیا براه انداخته شود، خوفی ناکفایتی کم می گردد. اما طرز بهترین، تناول برنج داندار یک لخت یا با آب جوشانده شده
که بیشتر ویتامین B1 بر اضافه ویتامین های B2، B6 و نیسین دارد. مینرال ها برنج که این محصولات با نگه داشتی کمی سدیم است، این خصوصیت آن را برای بیماران فشار بلند و دردمندان دل و رگ مخصوصا قابل قبول می گردانند. دانه یک لختی برنج همچون برنج سفید دیگر مینرال ها را از جمله پتاسیم، کلسیم، مگنیزیم، روح فرا می گیرد. از نقطه نظر کالوری برنج طعامی سبوک است که آسان هضم و خیلی خوب سیر می کند. با وجود این برنج سفید یا صاف کاری شده نباید بنابر داشتن بسیار ویتامین ها و مینرال ها مایه اساس خوراکی گردد. در هر مورد برنج خواه سفید و خواه یک لوخ حبوبات با دیگر محصولات چون لوبیا، سبزیجات یا شیر باید آمیخته شده باشد تا صفت غذایی آن بهتر گردد. برنج مخصوصا در حالت های زیرین مفید است. اسهال برنج در مقدار کمی آب و نمک جوشانده و پخته برابری سیب و آیگرود که از محصولات اولین استوار می باشد و استفاده بعد اسهال توصیه داده می شود. حجمی سبوک آن و کوشش بازنده نرم و غذای یگانه برای برقرار پرده لعاب روده بعد از بیماری و التهاب یک جایه روده و معده می گرداند. درون روی پسران آب برنج مایه آرمانی برای آبشتگری یا امتیاه در صورت اسهال مخصوصاً اسهال بچگان محسوب می شود. آب آن را می توان چون نوشیدنی یگانه با علاوه کنی چند قطره شیره لیمو از روی میل و خواهش پیشنهاد کرد. آب برنج نمک های مینرال مخصوصاً کلیه و کربوهیدرات های مرکب را تامین می سازد که آن درون روی را پیشگیری می نماید. فشار بلند از بس که برنج بسیار کم سدیم دارد، آن در صورت فشار بلند شریانی مفید است. استفاده اضافی سدیم باعث توقف مایع در ارگانیسم یعنی ورم یا آماس گردیده حجم خون را می افزاید. این باعث بلند شدن فشار شریان می شود. هرقدر سدیم یا نمک در ارگانیسم زیاد باشد، همان اندازه خوف فشار بلند زیاد می شود. بیماری های قلب وقتی قلب وظیفه های خود را بد اجرا می کند، ضعف دل و رگ مایع در بافته ها جمع شده، گرده از عهده برآوردن پیشاب نمی براید. این وضع هنگام استفاده محصولات از سدیم غنی که مایع باز هم بیشتر را باز می دارند و ورمی را به وجود می آورند بدتر می گردد. از این رو در صورت ضعف دل و رگ پرهیز باید با ترتیب آرمانی در چنین وضع است. این دلیل که برنج عملا روغن در ترکیبش ندارد آن را باز هم مفید می گرداند. سطح بلندی کلسترول برنج دانه یک لخت به جویدن اسیدی تلخه از سوی روده به شرف نگه داشتنی اشتهای غذایی در آن ممانعت می رساند. استفاده برنج دانه یک لخت تأثیر خوب به پایین شدن سطح کلسترول در خون می باشد. فراوانی اسید پیشاب به واسطه ترکیب کمی پروتئین در برنج هنگام پایین نمودن اسید پیشاب در خون استفاده آن توصیه می شود که می تواند چون نقرس یا گزندگیری بند گردد. طبیعی است که برنج را یکه یا با دیگر محصولات رستنی استفاده باید کرد. آماده کنی و طرز استعمال پخته شده برنج را خام خوردن ممکن نیست. برنج پخته اساسی جزء مقدار زیادی طعام می باشد. از نقطه نظر کالوری آن مخصوصاً خوب با سبزیجات، لوبیا، شیر و غیره آمیخته می شود. پاغه برنجی در ترکیب طعام لیوسلی برابر دیگر خوشدارها داخل می شود. به این مقصد برنج یک لخت را استفاده می برند. آبی برنج برای آماده کردن آن در یک لیتر آب دو قاشق غذاخوری برنج را تا حلیم شدن می جوشانند. آب برنج را خنک کرده سپس آن را صاف می نماید. آن را می توان با دارچین ادویه زده پوست لیمو یا چند قطره شیره لیمو علاوه نمود. برنج اساس طعام های شرقی می باشد. نوع های برنج برنج سفید
دانه این نوع برنج هنگام آماده کردن باز شده و نیز مالهای قنادی مخصوصاً شیرینی برنج ارزشی بسیار دارد. برنج غیر مقشری آن را اینچنین برنج پادی یا خام نیز می نامند. این برنج در همان نمودی است که از زمین آن را جمع نموده آن به اندازه سخت و شخم می باشد که برای تناول کار نمی آید. برنج سفیدی دراز دانه این برنج هنگامی آماده کنی یک لخت و ملایم باقی می ماند. این نوع برنج برای طعام‌های یخنی چون خورش ها با برنج اول تر است. برنج دانه یک لخت این نمود برنج نسبت به برنج سفید با ویتامین ها و مینرال ها غنی است و جویدنش مشکل تر. آن را آسان آماده کردن ممکن است اگر قبل از آماده کنی چند ساعت تر کرده شود. چند قطره لیمو هنگام آماده کنی هم آن را ملایم می کند. برنج جوشانده شده این برنج کارت کرد شده آسان پاک کرده می شود. تناولش از برنج دانه یک لخت سبوک است. در این حالت هم قسمت اعظمی ویتامین های خود را نگاه می دارد. ثروت واقعی سلامتی است. نقد های طلا و نقره. مهاتما گاندی. شنوندگان عزیز، پس بیایید حیات خود را با سلامتی و خیرات زیور بخشیم. برنامه های ما ادامه دارد، پس با ما باشید. من قرار دادم که سلامتی متداوم داشته باشم. تو هم کوشش نما. این برنامه درباره آن است که زکیه هنگام پاک کردن خانه کتابچه خاطراتش را یافته با خواندن آن شروع می کند. او در قسمت اول روزنامه درباره آن می نویسد که مشکل اضافی وزن دارد و تصمیم گرفته است که سلامتی خود را بهتر کند و به سفر فرانسه که آنجا برای ادامه تحصیل می رود آماده شود. بدن تو به آب نیاز دارد. مایع تحفه‌ای. منفعت‌های آب. چطور و به چه اندازه آب باید استفاده نمود؟ استفاده ضروری آب یک عادت خوبی است. به فکر شما با یک گلاس آب ظرف شسته می توانیم؟ سوال عجیبی است. همین طور نیست؟ می خواهی بدانی که یک گلاس آب چه ربط به دیگرگونسازی من دارد؟ 28 می سال 2000 روز یک شنبه. سلام دوست عزیز، می دانی قدم به قدم زندگی را چطور دیگرگون سازیم؟ دیگرگونی را که من تصور می کردم دشوار نبوده است. برعکس، خیلی شوق‌آور است. نتیجه های اولش در من مشاهده می شود. من آموختم که خودم را احترام کنم و مناسبت اطرافیانم را نیز تغییر کرده است. مانعها کمتر، معاشرت با اجتماع آسان شد. این عالی است. من راضیم. روز دیگر من برای خود یک چیز جدید کشف کردم. در خاطر داری در مورد مجموعه روش های آغاز نو به تو گفته بودم که این به همان علاقه دارد بدون دلیل. سحر هنگام دویدن متوجه شدم که لطیفه کم کم آب می نوشد. من هم با خود یک ظرف پلاستیکی آب گرفتم. عادتاً بعد از دویدن تشنه می شوی. من در کل چند قطره آب می نوشم ولی لطیفه در طول 40 یا 60 دقیقه 1 لیتر یا 0.5 لیتر آب می نوشد. او امروز به من راز نوشیدن آب بسیار را گفت که آب را با معیارهای لازمه اش نوشیدن چقدر مفید است. تو کوشش کرده ای که با یک گلاس آب ظرفها را بشویی؟
سوالی را که لطیفه از من پرسید به فکرم بی‌معنی بود. به نظر شما چی؟ البته بود. این سفینه محض است. ظرف افلاس می ماند. از آن خوردن ناگوار خواهد بود. با ارگانیسم های ما نیز عیناً چنین حادثه رخ می دهد. سحر از خواب خسته دست و روی من را می شوییم. اما هیچ وقت نندیشیده ایم که بدن من را از داخل شستشو کنیم. در دوام روز به آن یک چند پیاله چای، یگان شیشه نوشاکی و یا کدام چیزی دیگر پر می کنیم. اما این آن چیز نیست که ارگانیسم ما به آن نیاز دارد. نخواهد بدن من آب طلب کرده و من تا این وقت هیچگاه سحرگاه آب ننوشیده باشم. معلوم می شود که هر سحر پیش از صبحانه استفاده نکمتر از یک گلاس آب برای ارگانیسم خیلی مفید است. آن کمک می کند تا ارگانیسم بیدار شود. من می خواستم بدنم را از داخل شستشو بدهم. واقعا هم هر یک حجره ارگانیسم ما به آب نیاز دارد. اگر ما آب کافی ننوشیم، بدن به صرف ذخیره ها آغاز می کند. ولی من که شطور نیستم. این ذخیره ها به زودی تمام می شوند و اثرات ناخوشایند شروع می شود. لخارتگاه پوست خشک و فجور می گردد. بغم ها بی قوت مثل زنان کلانسال می شود. خون تیره می شود. مغز کند می شود. جوان زیبا پژمرده می شود. عامل های زیادی نوشیدن آب وجود دارد. مثلا بدون آب غذا پخته نمی توانیم. اگر بدن کمبودی مایع را تجربه کند، کمزوری رخ می دهد. ایالات شویی عضوهای داخلی بدن که این موجب بیماری های گوناگون می شود که حتی فکر کردن در مورد آنها مشکل است. وقتی که من در مورد این دانستم، خواستم فوراً آب تمام اقیانوس را فرو برم. ولی فکر کردم که به این قادر نیستم و یک چیز ناممکن است. به همان خاطر از همان روز مصرف کردن آب را شروع کردم. چقدر آب را باید استفاده کنیم؟ همه توصیه های دکتران را خواندم و دانستم که آب ماهیت حیات است. آن را بیشتر از این که تشنگی رفع می شود باید استفاده کنیم. حداقل 8 گلاس آب را باید استفاده کنیم در طول روز. و این بغیر از آن مایع است که ما هنگام نوشیدن چای، نوشابه های گازدار و غیره چیزهایی که استفاده می کنیم. هنگام کارهای سنگین و یا در روزهای گرم باید بیشتر آب مصرف کنیم. و بعد این همین یک عادت خوب روزمره من می شود. برای آن که فراموش نکنم، این را در دفتر قید می کنم. و کم استفاده کردن نمک را باید بدانیم و از مصرف نمک زیاد جلوگیری کنیم. به خاطر که ارگانیسم های آب را بسته می کند. یک چیز دیگر برایم جالب بود، در حالی که حقیقت دارد. افشورده های طبی، سبزیجات و میوه‌جات، آب ارگانیسم را تافته، چای، نوشابه های گازدار، قهوه و دیگر نوشیدنی ها آب را در ارگانیسم ها کاهش می دهد. و این برایم خیلی جالب بود، حتی تصور هم نمی کردم. روزها را با خوشحالی آغاز می کنم. یک دوش گرفتن نه تنها برای شستشو بلکه برای فراموش کردن مشکلات و باعث کاهش استرس نیز می شود. برای باقی مانده روز خیلی مفید است. در مورد این مشکلات ها حتی نمی خواهم با تو بگویم. با طبع بلند و آسوده استراحت می کنم. من طعم آب را فهمیده و اکنون به خاطر که میل دارم می نوشم. پیش از این آن را برای تقویت بدن استفاده می کردم. خلاصه آب بهتر است. آب پاک و تازه در روشنی مثل یاقوت می درخشد. اما آب از یاقوت هم گرانتر است. از این گنج بی‌بهای طبیعت بهره ببرید.
گرامی ترین ارزش خانوادگی اخلاق نیکوست و همانا با ارزشمندترین بنیازی عقل است. افغانستان در موج رادیوی ادونتیستی آسیا. بر شما شنونده عزیز، با عرض سلام شما را به برنامه های جالب و جذاب شاد باش می گوییم. اینجا ما می توانیم برای خود از کلام خداوند حقیقت ها را دریابیم. با تعیین کردن حوادث آینده و افتتاح راه نجات در صفحه های کلام مقدس، حق تعالی ما را تنها نگذاشته است. ما شما را به آموزش این گنج بی‌بها دعوت می نماییم. اکنون با هم میشنویم که خداوند چیزی را به آدمان آشکار و تعیین کرده است. وحی امید بخش. موضوع صحبت ما هدیه بزرگ و حیرت انگیز از کتاب وحی می باشد. برنامه گذشته ما در سلطنت چهارم به انجام رسیده بود که آن هم باشد امپراتوری پرقدرت روم بود و بعدش چی شد؟ بیایید با هم میشنویم. خصوصاً دوران حکمرانی روم، عیسی مسیح همچون طفل به دنیا آمد. یوسف و مریم از تعقیب هیرودست که همدست امپراتوری روم بود به مصر فرار کردند. عیسی را نایب رومی محکوم کرد و از دست عساکر رومی مصلوب شد. در طول زیاده از 500 سال روم امپراتوری مغلوب نشونده به شمار می رفت. بیرق او از جزیره های بریتانیا تا ساحل های خلیج فارس، از بحر شمالی تا صحرای کبیر، از اقیانوس اتلانتیک تا دریای فرات جولان می زد. یکی از بزرگترین امپراتوری در جهان، کتاب مقدس چه نبوتی درباره اش کرده است؟ باب 2 آیه 41 و این که تو پاها و انگشتان را دیده ای که قسمان از گل کلالگر و قسمان از آهن بود، این یعنی مملکت تقسیم شده ای است. کتاب مقدس درباره سلطنت بزرگ پنجم که بعد امپراتور روم باید پیدا می گردید خبر نمی دهد. به عوض روم امپراتور دیگر جهانی نمی آید. پاهای از گل و آهن این رمز تقسیم شوی امپراتور روم می باشد و چنین هم شد. چنان که در نبوت ها آمده است، اروپا به مملکت های خرد تقسیم شد. اوسط عصری چهارم قبیله های اجنبی به اروپای غربی حمله کردند. هنگام هجوم های ویرانگری اجنبیان امپراتوری روم به قسمت ها پاش خورد. همان قسمی که در کتاب مقدس پیشگویی شده بود.
بار یک شخص اروپایی از راه پرسید، حقیقت بودن کتاب مقدس را شما از کجا می دانید؟ جناب، دلیلش زیر قدوم شماست. پاسخ داد در جواب، راهب، شما چی را در نظر دارید؟ زمینی که زیر پاهای شماست شاهدی می دهد. فهماند، راهب، اروپا به دولت‌های علاحده تقسیم می شود. چنین نبوت کرده است کلام خداوند. امروز اروپا این نبوت را عملی می کند. با چنین پاسخ طرف مقابل شکست خورد. دانیال باب 2:43 و این که تو آهنی با گیل کلالی آمیخته را دیده ای، این یعنی آنها با نسل آدم آمیزش خواهند یافت. ولیکن آنها با همدیگر پیوند نخواهند داشت. چنان که آهن با گل پیوند نمی شوند. در دوام تاریخ، پادشاهان اروپا کوشش به خرج می دادند تا روابط خویشاوندی آمیخته امپراتوری را باز متحد سازند. مثال مشهور، نیپالیان برای تامین امنیت کشورش از همسرش جوزیفنا جدا شده با لویزای آوستریاگی ازدواج کرد. هدف آینده وی متحد کردن تمام اروپا بود. لیکن چی طوری که در نبوت آمده بود، این هرگز رخ نخواهد داد. کتاب مقدس می گوید، آنها با نسل آدم آمیزش یافته، ولیکن با همدیگر پیوند نخواهد شد. به جز پیوندی خویشتباری، دیگر واسطه متحد شوی اروپا وجود نداشت که بیشتر سیاستمداران به او روی می آوردند. آنها با راه جنگ و نظامی خواستند به هدف خیش برسند. کارل پنجم می خواست اروپا را متحد سازد، ولی به او میسر نشد. کارل بزرگ خواست اروپا را متحد سازد، ولی او هم شکست خورد. نیپالیان همچنین خواست تمام اروپا را متحد سازد. او نیز به هدفش نرسید. در کتابچه خاطراتش نیپالیان نقش‌های هوابلندانه خود را درج کرده بود. اروپا یگانه باید شود. اسعار یگانه، زبان یگانه، یگانه سرور، اروپا را باید حکمران شود. ماه جونی سال 1815، هنگامی در مبارزه ویترلو، شکست خوردنش نیپالیان چنین ابراز داشت. زور من به حق تعالی نرسید. سخنان نبوت قدیم که صدها سال پیش نوشته شده اند، امروز به ما مراجعت می کند. به کتاب مقدس اعتماد باید کرد. ادامه این موضوع به نهایت مهم و جالب است که در برنامه آینده خواهید شنید. شنوندگان عزیز، در لحظات آخری برنامه قرار داریم. برای شما از بارگاه منان، صحتمندی و تندرستی، اخلاق نیکو، نور و معرفت الهی خواهانیم. تا برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم.